سلام از زایدل، مجید هستم و با یه درس دیگه در خدمتتونم. شدیم درس سوم و امروز هم یه دیالوگ داریم و یه درس جدید از کتاب برلین پلاتس سوای نوی، یعنی سطح آتسوای. خب اینجا دیالوگ داریم که باید بخونیم و معنیش کنیم. اگه نکته داشت حتما بهتون میگم. سه، لیزن زی دی دیالوگ لاوت، یا دیالوگ یا گشپرش. دیالوگ انگلیسیش میشه ولی گشپرش میشه آلمانیش. مکالمه رو بخونید با صدای بلند. دیالوگ ب. شولدگونگ، کنن زی میر هلفن؟ ببخشید، میتونید شما به من کمک کنید؟ میتونید کمکم کنید؟ یا ناتورلیش، واس کان ایش فور زی تون؟ البته، چیکار میتونم واسهتون بکنم؟ Mein Sohn braucht ein Jacke. پسرم یک جاکت میخواد. Für den Winter. واسه زمستون. یا آره. Schon warm. گرم باشه. Aber nicht so warm. ولی نه خیلی زیاد. Welche Größe? چه اندازه؟ چه سایزی؟ Das weiß ich nicht. Wie groß bist du denn? خب چه اندازه باشه دیگه؟ چی باشه آخه؟ 1.43 متر. 1.43 متر. Das ist Kindergröße 140 oder 152. اینا اندازه بچه‌ان، 1.40 متر و 1.52 متر. شاون زیمال داهین، اونجا اونا رو هم نگاه کنید. اونجا داهین یعنی اونجا. خب دیالوگ سه یا گشپرش سه. گوتن تاگ، کان ایش اینن هلفن؟ روز بخیر، میتونم بهتون کمک کنم؟ گوتن تاگ، ایش شاوه ایش ببخشید Ich suche einen Anzug. من دنبال یک کت شلوار می‌گردم. Etwas festliches oder fürs Büro. یه چیز مجلسی باشه یا واسه اداره و اینا. Eher یعنی یه چیزی. یعنی تو مایه‌ای، یه چیزی تو مایه‌ای. Eher fürs Büro. Ich bin Buchhalter. Wissen Sie? Und خواست ادامه بده که بعد یارو گفت Welche Größe? یه چیزی تو مایه های اداره یا اینایی که تو اداره می پوشن. من هستم کتابدار. شما می دونید و که دیگه خواست ادامه بده ولی بعد یارو فروشنده گفت Welche Größe? یعنی چند اندازه‌ای؟ بعد یارو میگه او das weiß ich leider nicht، متاسفانه نمیدونم. بعد میگه du brauchst größe 52 oder 54 denke ich، شما لازم دارید سایز 52 یا 54 فکر میکنم. dann können wir erstmal hier vorne schauen. خب میتونیم، ما میتونیم اینجا این جلو ببینیم. حالا سایزا رو فکر کنم میخوام ببینم. Erst einmal میشه یعنی اول از همه، یا اول میتونیم اونا رو ببینیم. Ich möchte erst einmal kochen. Erst einmal یعنی اول، یعنی اول این کارو میکنم بعد کار دیگه. Ich möchte erst mal kochen lesen. چه میدونم، هر چیزی میتونید بگید. دوشن نیمن. خب بریم پایین. وی گفلت اینن در آنسوگ، چقدر خوشتون میاد از این کت و شلوار. آ هورن زی اوند اگیزن زی دی پرسونال پرونومن. اینا رو من گفتم، پرسونال پرونومن اینا میشن که ضمایر شخصی. من اینا رو گفتم، گوش کنید و تکمیل کنید ضمایر شخصی رو.
میا یعنی برای تو، دیا برای من، این برای اون، اون مرده، اون بچه، ایا برای اون زنه، اونس برای ما، ایا اویش یعنی برای شما، اینن و اینن یعنی با حرف بزرگ یعنی برای آنها و شما محترمانه. اینا ضمایر داتیوی هستن. ضمایر آکوزاتیو میشه میش، دیش، این، اینا میشه. خب وی گفلت جا خالی دیر آنسوگ، وی گفلت دیر آنسوگ. چجوری میپسندی اینو؟ گفلت میا شون یعنی خوشم میاد، آبا پاست میا نیشت ولی جور نیست واسم، پست جور نیست. ایست اتواز سو انگ، اون است یعنی منظورش کت شلواره، یه چیزی یه خیلی تنگه. سو انگ یعنی خیلی تنگ، سو وایت یعنی گشاد، سو منفی میکنه، سو یعنی مثلا سو وارم یعنی خیلی گرمه. میست سو کالت، من خیلی سردم. میای سو وارم یعنی من خیلی گرمم. خب اینجا به جا پسن میتونید اشتین هم بذارید تو لباس و اینا. اشتین مثلا میشه که نمیچسبه به بدن آدم، نمیاد، همچی فیت نیست. اشتت یا ابا گود گورگ یا جورج، اون بهت میاد ولی جورج یا جور واسط جورج، این خودش گفته، اشتین خودش گفته. دست فینده ایش اوخ، به نظرم همینطوره. اشتت میا زگود، به نظرم به تنم خیلی خوب میاد، میچسبه بدنم. دیدید مثلا لباس گشاد میپوشید سرشونهاش میاد بالا یا بزرگتره؟ اگه بزرگتر باشه یعنی اشتت میا نیشگود، من خوب نیم. ولی اگه بچسبن به آدم یعنی تو تن بیاد لباس، میشه اشتت میا زگود. ولی پست یعنی جور نیست، حالا یعنی حالا چه میدونم، حالا رنگش خوب نیست یا جنسش خوب نیست، میشه پست یعنی جور. دوزیست زگود میت میت دیزم یا میت دم اوس. میت داتیف سازه، من درس دادم اینو بهتون گفتم قبلا توی درسای مقدماتی. حالا هرچی که اینجا میذاریم باید آرتیکلش به صورت داتیوی عوض بشه. اگه در بود میشه دم، اگه داست بود میشه دم، اگه دی بود میشه ده. خب دوزیست زه گود میت، وقتی اینو میپوشی یعنی خیلی خوب به نظر میای توی این لباس. ایست دیا بشتیمت نیش سو انگ دست زه ایش، اون واقعا واسط تنگ نیست، من میبینم. ایش وایس اس نیش، نمیدونم. بیا شپیلن زی دیالوگ، بازی کنید با مکالمه پایین. وی گفلت دیا اویش، اینا رو میتونید هر چیزی از اینا خواستید بذارید. حالا دیگه وی گفلت دیا یا اویش، مثلا حالا هر چیزی، حالا دیا گفلت میا گود، نیش سو گود، گار نیکس، مثلا من خوشم میاد، نه خیلی زیاد، گار نیکس اصلا، زه گود خیلی خوبه، فیلایشت این بیسچن سو انگ، شاید به نظرم یا شاید یکم تنگ باشه یا وایت گشاد باشه. ایش فینده دیا داستی، حالا هرچی میخواین آرتیکل با اینجا بذارین، شتیت دیا زوپا، به نظرم اون چیزه، حالا ایسته تا هر کدومش که بود واسط جوره جوره، عالیه. گانس گود یعنی خیلی خوب، نیشت یا نیش گود اصلا خوب نیست، یا زه گود یعنی آره خیلی خوبه، نین نیش ویکلیش، نه واقعا نیست. اوبهاوپت نیش یعنی اصلا اینجوری نیست. خب اینجا هم که پس دیه بلوز داس همت،
زر گود فیل اینا همینایی که باید باهاشون کار کنید دیگه، باید بشینید با جمله بسازید با اینا، اینا رو با اینا رو با جور کنید. ویشتت میاد دی پلووا داس تیشرت داس همت هر چیزی، شتت میاد داس گود نیش گود زر گود ویکلیش گود اوبهاپ نیش ناین نیش ویکلیش گود، همه چی میتونید اینجا بذارید. خب اینم از این درس، رفتیم تو درس بعد. تا درس بعد، بدرود.